کربلا اینطور فرمودن در لوف زین ابن طاووس هفتا مرکب عوض کرد ابی عبدالله هرچه می کرد حرکت نمی کرد عاقبت فرمود به من بگی از پیر مردی سوال کردن این سرزمین کجاست از گردن یا با عبدالله نی نبابش میگن فرمود بگید ببینم آیا نام دیگری هم دارم از گد بلا آقا جان اینجا رو کربلا هم میگویم تا گفت کربلا زد زیر گریم انا لله و انا الی راجعون روزشو بخونم بار بگشایید اینجا کربلا آب و خاکش با دل و جان آشناس میترسم وقت کم بیاریم چه کنم کاش شرایط اینجور نبود برات میگفتم فقط همینقدر بگم همچین که چادر آو زدن یادت باشه اول چادر زینب و بنا کردن مخدراتو اما یه سوال دارم ازتون یه اون با هم گریه کردیم من از شما سوال میکنم تو با گریت برام روزه بخون میدونی زینب چطور از محملا با اینو چرا داد میزنی؟ چطور؟ فقط ازت یه سوال کردم گفتم میدونی زینب چطور از محمل با این اومد؟ میدونی رقیه از محمل چطور با این اومد؟ میدونی رباب چطور با این اومد؟ الان من بهت میگم با تشریف و جوانای آجمی دور محمل زینب عباس با ادب زانو زد یه دستم مرا قاسم گرفته یه دستم مرا علی اکبر گرفته اما وقتی با این اومد نگاه به سر و صورت جوانا میگد میگم خدا حفظتون کنه اما یه نفر جمیش مقابل بذار من راحت تر بخونم ها یا ابا عبدالله فقط یه نفر هر وقت مقابل زینب میرسه سرش با اینه دست میندازه زیر محاسنش بالا میاره میگه عباسم یه بار به من بگو خواهم ما که روزه نخوندیم اونایی که تصویر ما رو میبینن الان میگن این مردم اون عقبی ها میگن سید که روزه نمیخونه داره میگه زینب و با احترام از محمل پایین آوردم پس چرا این جوانا داد میزنن آخه روزی که زینب از محمل پایین اومد اول وز بود علی اکبر بود های رحمت خدا به این گریه ها رحمت خدا به این عشق ها اون روز که زینب پایین اومد قاسم بود حسین بود اما شب یازده بگم اجازه دارم یا امام رضا به اذن شما میگم آی 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 شب یازدهم زینب بچه ها را سوار محمل گرد اما خوب نگاه کردید کسی نیست کمکش کنه دورش و نامحرم نه این دستاویات بالا
روزه گوش دادی باید بهتر بگی. فرقی نمی کنه زن و مرد، هر کی صدا منو میشنوه بلند بگو یا حسین.